درود به همه شما عزیزان امیدوارم هر کجا که هستین شاد و سلامت باشین با من همراه باشین با داستان امروز سلام من ستارم و 20 سالمه تک فرزندم و با مادرم فاصله سنی کمی دارم اما ارتباطم با پدرم بهتر از مادرمه چون مادرم زیاد به هم محل نمیده و بیشتر سرش تو کارای خودشه اینکه یه روز نوبت آرایشگاهش دیر نشه یا قرصای تناسب اندامش رو یه شب از یاد نبره خیلی واسش مهمه اما پدرم یه آدم خاکی و مهربونه که بیشتر وقتا از خونه دور و فقط یه روزهای خاصی از ماه پیشمون میاد. پدرم توی یکی از خونه های ویلایی اطراف تهران نگهبانی میده. درسته شغلش اسمش بد در رفته و به اسم فقیری ازش یاد میشه. اما پدرم با همین شغل من و فرستاد دانشگاه آزاد تا رشته مورد علاقم که طراحی دوخت بود و بخونم. با خانواده مادرم زیاد تو رفت آمد نبودیم یعنی خود مامانم نمیخواست که بینمون رفت آمد باشه چون خونوادش ازش میخواستن که بیشتر حواسش به زندگیش باشه اما مامان من دلش میخواست اول از همه به خودش برسه و بعد اگه وقتی اضافه آورد به شوهر و بچهش برسه مامانم با من و بابام زیاد سر و کاری نداشت اما ارتباطش با خانواده پدریم که یه ایل بزرگ بودن خیلی خوب بود و بچه هاشون رو روی سرشون میذاشت. همیشه اما و زنموهام به خاطر مشغله های کاریشون بچه هاشون رو خونه ما میذاشتن و خودشون سراغ کاراشون میرفتن. حتی من یادم از همون بچگی هم سینا پسرمه بزرگم و خواهرش همش خونه ما پلاس بودن خواهرش همش بهونه مادرش رو میگرفت اما پسرم من با مادرم خیلی خوب بود و به قول امم این مهر بزرگ کردنش توسط مادرم به دلش افتاده بوده من به خاطر اینکه با خونواده مامانم تو ارتباط بودم و باهاشون رفت آمد داشتم مامانم همیشه سر این باهام بحث و دعوا راه مینداخت و منو هم یکی مثل همونا خطاب میکرد اما اونا هیچ بدی نداشتن حتی خیلی بهتر از خانواده پدرین با هم برخورد داشتن و حواسشون به تک دختر دخترشون بود خانواده پدریم در کنار اینکه ارتباط زیاد داشتن اما حرف و حدیث بینشون زیادی رواج داشت پشت هم حرف می زدن و تو روی هم گل و بل بل بودن منم هم واسه همین زیاد ازشون خوشم نمی اومد و دوست داشتم ازشون دوری کنم یه مدت رو دهنم پدر بزرگم افتاده بود که من و واسه پسر امو بزرگم که سی سالش و تو شرکت دایش که یکی از کل گنده های تهران کار میکنه بگیرن. جدایی از من که خیلی هرس خوردم و چند باری تو روی پدر بزرگم و حتی امو بهشون پریدم و ازشون خواستم که برای من تعیین تکلیف نکنن پدرم بعد از فهمیدن بعد از یه دعوای کلامی با مامانم که چرا گذاشته همچین حرفی اصلا به گوش من برسه خونه پدر بزرگم رفت و بعد از صحبت باهاش ازش خواست که واسطه من یعنی دخترش هیچ خوب و بدی نکنن. حالم از داشتن چنین پدری خوب بود. اما مامانم انگاری میخواست جاپای خودشو تو خونه پدر بزرگم اینا بیشتر سفت کنه. زوم کرده بود روی زندگی من تا منو به یکی از نوه های آقا جونم بچسبونه. همیشه بهم هم میگفت جوری لباس بپوش و به خودت برس که جلوی دختره اون خونه کم نیاری. اگه از یه حدی بیشتر تو غذا خوردن زیاده روی میکردم به هم سی خونک میزد و نمیذاش که بیشتر بخورم. همیشه هم میگفت دختری که خوش اندام باشه و به خودش برسه خاطر بیشتر میشه. از اینکه نمیخواست سینا رو به هم بندازه خیلی جای تعجب بود چون هم مامانم هم سینا خیلی با هم خوب بودن و یه جورایی من فکر میکردم مامانم برای اینکه سینا رو همیشه کنار خودش داشته باشه منو مجبور به ازدواج باهاش میکنه پدر بزرگم باغ و زمین های زیادی تو روستا داشت و از شیش تا عمویی که داشتم چهار تاشون تو باغ ها کار میکردن و خرج خورد و خوراکشون از اموال پدریشون بود اما اون دوتا عموی دیگه هم شغلشون اداری بود و پدر منم راضی به سر زمین رفتنها نشد و واسه همین تو خونواده پدری بابام همیشه زیر منگنه بود چرا تو زمین های پدرش کار نمیکنه و رفته زیر دست غریبه اما پدرم همیشه به همون می گفت که بهتر آدم خودش واسه خودش یه کاری کنه و زندگیشو به یه جایی برسونه تا اینکه بقیه بخوان واسش کار تعیین کنن و بخوان بهش بگن چی کار کنه و چی کار نکنه این اخلاق هم هم مثل بیشتر اخلاقای دیگه هم به بابام رفته بود که دن به دقیقه با حرفای مامانم مخالفت میکردم و راه خودمو میرفتم مامانم برده مد روز بود و من دلوسته احوال خودم بودم هر روزی به یه رنگی تیپ می کردم و حرف مردم و تو هیچ صفحه زندگیم راه نمیدادم. مامانم هیچ وقت با بابام رفتار خوبی نداشت اما بابام چیزی واسش کم نمی و از محبت سیرابش می کرد. مامانم انگاری که آبش از یه جای دیگه گرم می شد زیاد به بودن بابام بالا پر نمی داد و واسهش مهم نبود که اونم مرد و واسه خودش یه نیازهایی داره. منم بالاخره دخترشون بودم و وسط این خانواده زندگی می کردم. واسه همین وقتی میدیدم نیازهای پدرم بدون جواب می مونه دلم می خواست بهش بگم تا اگه دلش می خواد مامانم رو رد کن و اگه خواست زن بگیر و اگرم نخواست و خودشو همون جایی که هست با دور و اطرافیانش راضی کنه. خانواده پدرم به کل از هیکل و قیافه چیزی کم نداشتن. انگاری یه ویروس خوشیمن بود که تو همهشون به چشم میخورد و این یه موضوعی بود که به نظرم باعث شده بود مامانم تا الان پای بابام بمونه و ازش طلاق نگیره. تو خانواده پدریم که شمار نوه هاش بی اندازه بود نمیدونم چندمین نوه بودم اما تو خانواده مادریم من نوه سوم بودم که قبل من یه پسر خاله بود که خارج از کشور زندگی میکرد و یکی دیگه شونم پسر دایم آرش بود که 25 سالش بود آرش از اونایی بود که راحت با هر کسی گرم نمی گرفت و واسه روابط خودش حد و مرز تعیین می کرد منم که تو روابطم از بچگی چون به هم یاد نداده بودن دنبال حد و مرزی نمیگشتم و اگه طرف بهم به حال میداد باهاش رو هم میریختم آرشم یکی از اونایی بود که چند وقتی بود به چشمم اومده بود و دلم میخواست باهاش یه زد و بندی داشته باشم واسه همین سرعت رفت و آمدم به خونه خونواده مادریم و بیشتر کرده بودم و اونا هم از خدا خواسته چیزی واسم کم نذاشتن کلا یه خاله داشتم و دو تا دایی که همهشون منو رو چشمشون میذاشتن و جدا از مذهبی بودنشون هوای منی رو که تو بند این چیزا نبودم خیلی داشتن و به هم گیر نمیدادن. چند باری دمپر آرش پیچیدم و با رفتن تو اون اتاق مخصوصی که واسه خودش تو خونه ی پدر بزرگم اینا داشت خواستم سر به سرش بذارم که تهش مچ دستم رو گرفت و بعد از پیچوندنش که جیغم رو به هوا برد و اون دستش روی دهنم فشار داد ازم خواست که حواسم به خودم و کارام باشه وگرنه عاقبت خوبی در انتظارم نیست از اون روش باهاش رو دنده که لج افتادم و از دور اذیتش میکردم اونم با چشماش واسم خط و نشون میکشید اما واسم مهم نبود کارم شده بود دانشگاه رفتن و بعد از اون خونه پدر بزرگ مادریم چادر زدن انگاری که خط منو با اونجا نوشته باشن دلم نمیخواست از اونجا جدا بشم و همش دلم هم به اونجا بود مامانم چند باری زنگ زد به بابام و به خاطر این رفتارم ازم شکایت کرد محاکمم کرد که معلوم نیست دارم چه غلطی میکنم اونجا که همش میرم اما مثل اینکه بابام پشت من در اومده بود که صدای جیغ و داد مامانم رو بالا برد و بحثشون گرفته بود بعد از اون روز و اون دعوایی که بین مامان و بابام افتاده بود بابام به هم پیام داد و گفت که خونه مامان جونم اینا بمونم تا اینکه خودش مرخصی گیرش بیاد و بعد از اومدنش تکلیفش رو با مامانم روشن کنه تو دلم آشوب به پا شده بود و این آشوب انگاری به حالم هم کرده بود که حتی آرشی که به خونم تشنه بود نگران حالم شده بود و چند باری از دور شنیدم که از مادر بزرگم حالم رو میپرسید. همش نگران این بودم که نکنه به خاطر من بین پدر و مادرم جدایی بیفته. واسه همین تو گوشه خلوت خودم بودم و تو جمع بودن و کنار گذاشته بودم و تنهایی غذای روز و شبم شده بود هر چی از هم میپرسیدن که چی شده و دلیل این حالم چیه فقط سرم و به معنی هیچی تکون میدادم و با قاشقی که تو بشقابم بود بازی میکردم تا اینکه بابام با مرخصی که دستش اومده بود خودش رو رسوند و موقعی که من تو سلف دانشگاه بودم به هم زنگ زد و اومد دنبالم تا با هم خونه بریم با رسیدنمون به خونه سینا هم اونجا بود که با دیدن ما هل شده از جا پرید و زبونش به تتپته افتاده بود اما بابای من مثل همیشه چون سینا رو هم مثل پسر نداشته خودش میدونست بعد از اینکه باهاش سلام و احوال پرسی کرد از دیدنش اظهار خوشحالی کرد و منم به زور بهش یه سلام دادم از همون بچگی هم ازش خوشم نمی اومد. اخلاق لوس و ناز پرورده ای داشت که تو کتم نمیرفت و نمیتونستم باهاش جور در بیام بابام به خاطر بودن سینا نتونست که فعلا بحث و پیش بکش و باهاش مشغول حرف زدن شده بود مامانم با چشماش واسم خط و نشون میکشید و با حالت صورتش واسم تأسف میخورد که کار به اینجا رسونده بودم. منتظر بودم سینا بره تا وضع خونه مشخص بشه و از این حالت خفه خون در بیام. اما انگاری اون قصد رفتن نداشت که تازه با تعارف مامانم قرار شد شب هم امه اینا با خونواده پدر بزرگم بیان دیدن پدرم. اما دیدن پدرم بعد از مدت یه بهونه بود و اینا فقط برای یه سر و گوشی در آوردن فقط میخواستن بیان و بعد هم با سیر کردن خودشون برن به زور زیر نگاه های پدر بزرگم و پسرهای خونواده که هر دفعه نگاهشون به یکی از دخترها بود گذروندم وقت گذاشتن واسه این خانواده باسم هم سختتر از خوندن درسای دانشگاه بود اون قدری که بودنشون عذابم میداد هیچ چیز دیگه باعث آزار و اذیتم نبود دلم هوای خونه پدر بزرگم اینا و اذیت کردنهای آرش و سر به سر گذاشتنشو میخواست. واسه همین هوایی شدنم حالم بدتر شده بود و دلم رفتن میخواست. خنده های اینا تو سرم حکم ناقوس مرگ و داشت و فکر کنم پدرم متوجه شد که با دست به سر کردنشون و اظهار اینکه که خست است تونست همشون رو رد کن و موقع خداحافظی سینا از مامانم انگاری که نمیخواست ازش جدا بشه. به سختی رفتن اما همه اینا رو سر مهر مادری که بچهش به مامانم داشت مینداخت بعد از رفتنشون خط بین قالی شد مرز جنگ مامان و بابامو به جون هم افتاده بودن به هر دری میزدن و بابام وقتی جوش آورده بود و دعواشون بالا گرفته بود بحث سینا رو آورد وسط سینایی که همسن من بود و به مامانم مینداخت و آخرش مامانم با گریه افتادن و گفتن حرفایی که آخرش به دور بودن بابام از ما و نبودنش خلاصه می شد جنگ و به نفع خودش خلاصه کرد و آخرش بدون در نظر گرفتن اینکه منم تو اون خونه هستم دست دورشونه هم انداختن و تو اتاقشون رفتن صبح شاد و شنگول بیرون زدن و انگار نه انگار که دیشب به جون هم افتاده بودن بابام و حتی مامانم با دیدن من به هم صبح به خیر گفتن و بابام بعد از رسوندن من به دانشگاه به هم گفت که چند روزی قراره با مامانم مسافرت برن و من برم خونه مادر جونم اینا بمونم و این یعنی شروع داستانهای جدیدی با آرش که اتفاق افتادنشون رو به دلم آب زده بودم دلم برای دیدنش تنگ شده بود و نمیدونم این حجم از علاقه یهویی یه کی توی من پیدا شد اما هرچی که بود من به این پسر بیحس نبودم و دلم داشتنش میخواست خونه مادر بزرگم اینا رفتم اما خبری از آرش نبود غرورمم هم اجازه پرسیدن به هم نمیداد واسه همین اخلاقم هم روز به روز بدتر از دیروز میشد و منتظر اومدنش بودم اون قدری که بعد از پیدا کردن شمارش دنبال آیدی اینستاش و کارایی که میکرد شدم من حتی از اینکه چه رشته درس خونده و الان چی کار است نمیدونستم اما حس میکردم این وسط دلو بدون چون و چرا بهش دادم رفته بالاخره بعد از دو روز نبودنش توی خونه مادر بزرگ پیدا شد و من از لابلای حرفاشون فهمیدم که برای یه سفر کاری به شمال رفته بوده. اسم شمال که اومد اتفاقای خوبی تو ذهنم شکل نگرفتن اما زبون رو جیگر گذاشتم و چیزی نگفتم تا یه وقتی به دل نگیر و بهونه براش درست نشه که من جلوی بقیه زایش کردم. اما اینا رو کنار گذاشته بودم تا تو خلوتمون به روش بیارم و از این راه یه کمی اذیتش کنم اون قدری حواسم پی آرش و هر چیزی که مربوط بهش میشد شده بود که مامان و بابام از یادم رفته بودن و بالاخره بعد از سه روز یادشون کردم و با یه زنگ جویا احوالشون شدم اونا رفته بودن جنوب و واسه خودشون دریا و ساحل رو پشت هم لوله میکردن انگاری زیادی بهشون خوش هم گذشته بود که بابا میگفت تا هر وقت صاحب کارش بهش اجازه مرخصی بده اونجا میمونم منم از خودام بود چون میتونستم بدون اونا با دلهوره نداشتن از تنها بودن مامانم تو اون واحد آپارتمانی خونه مادر بزرگم باشم و کارای ریز و درشت آرش رو زیر نظر بگیرم. از وقتی رفته بود شمال برای اون پروژه کاری فهمیدم که کارش تو ساخت و ساز و مهندس بودن به سر و قیافش هم میومد اصلا همه چی به این پسر می اومد که من ستاره رو که نصف پسرای ترم بالای دانشگاه تو رشته های مختلف بهم به درخواست میدادن اما من رد میکردم و محو خودش شده بودم دلم میخواست برم و ازش بپرسم این مهره ماری که به چشمات آویزون میکنی رو یه دو روزی هم به ما بده تا دلتو به دست بیاریم اما از رفتار بعدش جرأت نمیکردم پا جلو بذارم اونم انگاری خودش مشتاق آشنایی با من نبود که اصلا هم حرف می زد. نه با حرف میزد نه وقتهایی که من کنار خونواده نشسته بودم اون هم نمی اومد. تو سرم بود که شاید کسی رو داره که اینقدر تو داره، و سمت دخترم بگه مجردش که از قضا بهش چراغ سبزم نشون میده نمیاد اما بعد از اون دو سه چهار باری که دنبالش کردم و اون فقط با دوستاش به چند تا ساختمون سر زدن و نهایت تفریحشون کافه بود از اینکه با کسی تو رابطه نیست مطمئن شدم حالا باید دنباله این میافتادم که چرا از اصلا فراری و دلش نمیخواد با هم نشست و برخواست کنه از یه ور دیگهم باید میرفتم سراغ این که بفهمم شخص مورد علاقه ای که تو سرشه چه ویژگی هایی داره تا شاید با مثل اون کردن خودم میتونستم دلشو ببرم تو دلم خدا خدا می کردم که سفر مامان و بابام طول بکشه تا بتونم مدت زمان بیشتری رو پیشش باشم و از خوب و بدهایی که مد نظرشه با خبر بشم. اما این خیال بیشتر از یه روز طول نکشید که بابام زنگ زد و با اینکه تو راهن از اومدنشون با خبرم کرد. تنها چیزی که این وسط دلم و به وقت بیشتر گذروندن باهاش خوش میکرد این بود که بابام بهم به گفت قرار بین راه یه سری هم به استانهای دیگه بزنن همش نگران این بودم که با دور شدنم از خونه مادر اینا دستم برای رسیدن به آرش کوتاه میشد دیگه نمیتونم از احوالش با خبر باشم اینطوری مجبور میشدم هر چند وقت یه بار بهشون سر بزنم و آرش از نقطه دید اصلیم بیرون میرفت اینکه با رسیدن مامان اینا بابام بعد از اومدن دنبالم و نیم ساعتی که خونه مامان بزرگم اینا نشست و از زندگی براشون گفت ازشون خواست که اگه مشکلی نیست من چون تو خونهشون و پیششون احساس راحتی میکنم تا هر وقت که دلم میخواد اونجا بمونم مادر بزرگم اینا از خدا خواسته قبول کردن و من بیشتر از هر چیزی از این که میتونم وقت بیشتری رو پیش آرش بگذرونم و روی کاراش تمرکز کنم حالم خوب شد و خوشحالی وجودم رو گرفت. اما چیزی که تو ذهنم بود این بود که مامان بعد از رفتن بابا چطوری قراره تو اون واحد تنها زندگی کن و بابام راضی به این کار کرده. تا اینکه دم در موقعی که داشتم از بابا خداحافظی می کردم این مسئله رو ازش پرسیدم و اون در جوابم دستی به سرم کشید و بوسه روی پیشونیم زد. از اینکه اینقدر به فکر مامانم هم قربون صدقم رفت و گفت که قراره برای مامانم یه خونه ویلای کوچی کنار خونه پدر بزرگینا بگیرن تا مامانم اونجا زندگی کنه و کنار اونا احساس تنهایی نداشته باشه از اینکه مثل همیشه مامانم خونه پدر شوهر رو به خونه پدری خودش ترجیح داده بود و حتی حاضر نشده بود یه سر کوچیک به پدر و مادر خودش بزنه آسی شده بودم اما حرفی نزدم تا پدرم رو ناراحت نکنم بعد از اینکه مطمئن شدم نیاز به کمک ندارن و کارگر گرفتن با گفتن مراقبت های ویژه‌ای که هر دفعه قبل از رفتنش به سر کار بهش گوش زد می کردم اون سوار ماشین شد و رفت و من موندم با دنیایی که از آرش پر شده بود برام شب که شد بعد از اومدن آرش و فهمیدنش مبنی بر اینکه قرار من تا هر وقتی که دلم میخواد پیششون بمونم اخماشو تو هم کشید و جوری که انگار از موندن من ناراضیه توی اتاقش رفت و تا خود صبح بیرون نیومد نمیدونستم چرا پدر بزرگ و مادر بزرگم به اخلاقا شک نمیکردن و به اینکه به بودن من ناراضی واکنشی نشون نمیدادن برای همین این سوال که شبش ذهنم و درگیر کرده بود و موقعی که مادر بزرگم داشت نیم رو درست میکرد ازش پرسیدم اونم در جواب با خنده گفت که اخلاق آرش به کل همینطوری و واکنشش رو نسبت به اتفاقات دوروبرش بی اهمیت نشون میده. اما درونش همیشه یه خبرای دیگه ای هست که ظاهرش اونا رو نشون نمیده. همین حرف ما در بزرگم کافی بود تا ذهنم سراغ این بره که در مورد حسش به من هم همین اخلاقش تاثیرگذار و شاید حس واقعی که نسبت به من داره رو نشون نمیده. همین تلنگر کافی بود تا دنبال راه حلی خودم بهش نشون بدم شب و روزم شده بود فکر کردم به اینکه چه جوری حسم و بهش بگم بدون اینکه بخواد آسیبی بهش وارد بشه یا در مورد صحبتام فکر اشتباهی برداشت کنه توی همین منجلاب دست و پا می زدم تا اینکه یه روز موقعی که اهل خونه به دعای همسایه بالای کوچه رفته بودن و از مردها کسی به جز آرش خونه نبود فرصت رو برای خودم تلایی شمردم و سراغش رفتم. وقتی در اتاقش رو زدم منتظر نموندم تا در رو باز کنه و بدون اینکه هیچ اجازه ای بده خودم در رو باز کردم و رفتم تو با دیدنش تو اون حوله که دور کمرش پیچیده بود که فقط تونسته بود پایین تنش رو بپیچونه خود به خود دستم روی چشمام رفت و با یه ببخشید خودم رو از اتاقش بیرون انداختم معنی رفتارم واسه خودمم ناشناخته بود و نمیتونستم تجزیه تحلیلش کنم که چرا این کارو کردم منی که همیشه چشم و گوشم باز بود و تا الانش پیش پسرم و پسرمام خیلی راحت رفتار میکردم الان پیش آرش اینجوری هل شده بودم و نمیدونستم که باید چی کار کنم با اینکه خودمم جواب سوالامو میدونستم اما میخواستم خودم و به کوچه علی چپ بزنم و با راه رفتن پشت در اتاقش خودم و آروم میکردم تا اینکه با باز شدن در اتاقش از حرکت وایسادم و محو تیشرت سفیدی که به بدنش چسبیده بود و آب موهایی که روی موجه ها چکه می کرد شدم زبونم بند اومده بود و نمیدونستم باید از کجا شروع به حرف زدن کنم چشمام کار میکرد و اونم مخصوص دیدنش بود که فکر کنم خودش از این وضعیت خسته شد که به حرف اومد و با پرسیدن اینکه کاری داشتی ترس و لرز و به جونم انداخت دلم میخواست همون وقت زمین دهن باز کنه و به همون جایی که ازش اومده بودم برگردم اما دیگه پشیمونی فایده ای نداشت من تا اینجاش اومده بودم و حالا اینجا جایی بود که باید به خیلی از چیزا اعتراف میکردم و حرف دلم و روی آب میریختم آرش که منو در حال کلنجار رفتن با خودم دید با هوفی کشیدن مبنی بر اینکه از دستم آسی شده میخواست به سمت آشپزخونه بره که از پشت لباسشو گرفتم و به سمت خودم کشیدم. حرکت پاهاش متوقف شد و با تعجب به سمتم برگشت و نگاهش رو به سمت دستم که هنوز به لباسش بند بود کشید. با دیدن نگاهش و اخم کمرنگی که روی صورتش نشونده بود دستم و از تیشرتش جدا کردم و با پایین انداختن سرم و با بازی کردن با انگشتام ازش خواستم که چند دقیقه رو بیاد و پیشم بشینه تا با هم حرف بزنیم. ابروهاش از فرط تعجب بالا پرید اما حرفی نزد و فقط با تکون دادن سرش به دنبال منی که راه اتاقم و پیش گرفته بودم راه افتاد از اینکه چرا هل شدم و به جای اینکه به سمت حال برم به سمت اتاقم رفته بودم خودمم به تعجب افتادم اما دیگه کاری بود که شده بود و جای برگشتی هم نداشتم خودم روی تخت نشستم و به قامت ایستاده اون نگاه کردم و بعد از اون با خواهشی که ازش مبنی بر اینکه جایی بشینه داشتم روی صندلی میز مطالعه نشست و با به هم زدن دستاش توی هم گفت بفرما حرف تو بزن که وقت ندارم از اینکه وقت نکردن و برای حرف نزدن با هم بهونه کرده بود دلم گرفت اما الان وقت جا زدن نبود برای همین شروع به گفتن کردم و از هر چیزی که از همون روز اول دیدنش منو به خودش درگیر کرده بود گفتم قدری گفتم و پشت هم کلمه ها رو ردیف کردم که خودم هم خسته شدم و دهنم کف کرده بود تو طول حرف زدنم سرم روی گلای ملافه تخت قدم میزد و جرأت نگاه کردن توی چشماشو نداشتم از اینکه بخواد دست رد به سینم بزنه یا با حرفاش دلمو بشکونه ترس داشتم منی که از بچگی پایین تر از گل نشنیده بودم الان حتی به این که از آرش حرف بشنوم اما اون نخواد که منو پس بزنه راضی بودم دلم بودنش رو میخواست بدون اینکه به هیچ چیز دیگه فکر کنم و حاضر بودم برای به دست آوردنش دست به هر کاری بزنم توی فکر با خودم کلنجار میزدم که دستی زیر چونم و گرفت و بالا کشید اینکه تنش پوستم و لمس کرده بود زربان قلبم و بالا برده بود و تمام رکهای بدنم بیشتر از پیش از فرد هیجان بیرون زده بودن با بالا آوردن سرم چند دقیقه چشمهاش اجزای صورتم و می که طاقت نیاوردم و چشمام و به سمت دیوار پشت سرش تابوندم اما اون با خم شدنش و جوری که لبش به لاله گوشم میخورد تیر نهایی رو زد و با گفتن اینکه از کجا معلوم این حس دو طرف نباشه درست نشونگیریش وسط قلبم رفت که مثل یه پرنده که از قفس آروم شده تو جام آروم گرفتم فکرم حول حرفای مادر بزرگم که میگفت آرش درونش یه نقاشی کشیده نشده است رفت و نمیدونستم باید الان مقابل صحبتش چه واکنشی نشون بدم تنها کاری که کردم این بود که مردمک چشمای لرزونم و توی چشماش چرخوندم و با نگاهش که مثل جرقه های آتیش تو شومینه بود آب گلوم و جوری قرد دادم که صداش سکوت بینمون رو شکست و شروع بوسه ای شد که به یکی شدنمون ختم شد باورم نمیشد همه چیز انقدر زود پیش رفته جوری که الان من شده بودم یه دختری که زیر دست معشوقش به ثانیه نکشیده زنه و قلب اون مرد شده بود اینکه احساسش به هم واقعی بود یا از سر مزاح و هوس حرفش رو زده بود هنوز واسم مبهم بود اما اینکه الان فاصله بین من و اون به صفر رسیده بود و تو بغل هم به اوج آرامش رسیده بودیم واسم بهترین بود از فردای اون روز نسبت به آرش احساس مسئولیت می کردم و خودم و مثل یه زن شوهردار می دیدم که باید هر جایی حواسش به شوهرش و نیازهاش باشه. از وقتی که فهمیده بودم آرش به خاطر اینکه با خانواده مادرش اینا که طبقه پایینشون زندگی می کردن میونه خوبی نداشت و اومده اینجا زندگی می کنه فهمیدم که اونم به درد من دوچار و حالا ما به یه درد که عاشقی بود دوچار شده بودیم. انگاری که درد و درمون تو دوتای ما یکی شده بود بعد از اون بار هم پیش هم بودنمون فقط در حد دیدن و سلام علیک از دور همو می دیدیم چون نه کسی از خونه بیرون رفته بود و نه اگه به هم نزدیک می شدیم جلوه خوبی برای مایی که سال تا ماه از کنار هم نمیگذشتیم بود تو این چند وقت با بابام در ارتباط بودم و اگه حتی توان تلفنی حرف زدن رو نداشتیم با هر پیام رسانی که شده از حال هم با خبر می شدیم. اما امان از مامانم که از وقتی نزدیکتر شده بود به خانواده شوهریش پاک دخترش از یاد برده بود و اصلا حالمو نپرسیده بود. نمیگم تقصیر من نبوده تقصیر منم بود که حال مامانم رو نپرسیدم اما انگاری اون خودش بیشتر دلش میخواد که وجود منو حس نکنه و سایه وجودم روی زندگیش نباشه. بالاخره با نصیحت های مادر بزرگم به مامانم زنگ زدم و چند دقیقه ای که انگار دلش میخواد زودتر قطع کنه و بره سراغ کاراش و لابد غذا پختن واسه خونواده شوهرش که یه وقت گشنه نمونن آخرش خودم با چند تا تیکه سربسته تماس منو قطع کردم و نگاهم به آرشی افتاد که روی مبله رو به روم نشسته بود. با دیدن نگاه آشفتم چشماشو به معنی آروم باش باز و بسته کرد و باعث شد بعد از اون تماسی که اصابم خرد خورد کرده بود موجی از حال خوب سمتم روونه بشه. بودنش توی زندگیم قشنگ بود و برای منی که تا قبل از اون تجربه بودن با کسی رو نداشتم و تنها مرد زندگیم پدرم بود آرش مثل یه جوونه بیرون زده تو کویر خشکی های دلم بود. حالم با بودنش خوش بود و اون لبخند های هر از گاهی که تا عمق وجودم و تازه می کرد جونم شده بودم. بعد از اینکه که مدت ها از با هم خوابیدن اولمون گذشته بود و خونه مادر بزرگم اینا خالی نشده بود همش توش رفت آمد بود. قرار شد که آرش خونه مجردی یکی از دوستاش رو کنه تا چند ساعتی رو اونجا پیش هم باشیم که همینطورم شد. اون روز مثل همیشه من به بهونه دانشگاه از خونه بیرون زدم و چهار راه بعدی سوار ماشین آرشی شدم که منتظرم وایستاده بود. انگاری با هر بار باهاش خوابیدن شارژ می شدم و حالم خوب می شد که دلم نمی خواست. چیز دیگه ای رو توی زندگیم داشته باشم و به همین یه دونه آرش راضی بودم. زندگی روال عادی به خودش گرفته بود و تازه داشت جون میگرفت که سر و کله پسر اموی بزرگم که یه روزی قرار بود منو براش بگیرن وسط زندگیم پیدا شد. بدون وقفه زنگ و پیام میداد و از هم میخواست که چند باری باهاش بیرون برم شاید که به دلم نشست و همین باعث شد که ازدواج کنیم. همین خبر کافی بود تا روال رو از رو خط صاف بیرون بندازه و چال چوله دارش کنه. وقتی از این رفتار پسرم و مزاحمت هایی که دم مدرسه واسم ایجاد میکنه با مادر بزرگم حرف زدم یه کمی نصیحتم کرد و گفت که باهاش راه بیام شاید وقتی اینجوری رفتار میکنه یه چیزی تو دلش هست و واقعا دوستم داره این حرفا کافی بود تا آرشی که پشت سر ما وایستاده بشنو و با اخمی که صورتش از وسط نصف کرده در رو به هم بکوب و بره همین رفتار آرش برای اینکه بفهمم باید چیکار کنم بس بود همون روز بعد از مسدود کردنش از تموم برنامه ها وقتهایی که ماشینش رو دم دانشگاه میدیدم بیرون نمی اومدم و زنگ می زدم تا خود آرش تو خود دانشگاه دنبالم بیاد. بعد از اون مامانم و خانواده پدریم هی به هم زنگ می زدن و یا رفتارهای به قول اونا اشتباه هم و برون می آوردن. یا هم مامانم از هم می خواست که به پسرمون فرصت بدم و لگت به وقت خودم نزنم. اما من گوشم به دهکار نبود خودم و سرگرم آرش کرده بودم و همین یکی واسم کافی بود تا خوشبختی رو حس کنم چند روزی شده بود که حالت تهوع سراغم آمده بود مادر بزرگم اینا پای استرس ها و دلشوره هایی که داشتم مینداختنش و آرش با نگاه نگرانش به هم پیام میداد که پاشو تا دکتر ببرمت اما من کسی نبودم که به این بادها بلرزم برای همین بیخیال شدم و خودم و زدم به کوچه علی چپ تا بدنم خودش بفهمه باید حالش خوب بشه. اون روز دم دانشگاه بودم که یه ماشینی جلوی پام ترم. خواستم محل ندم و با به اون راه زدن سرسری خودم ازش دور کنم. ولی وقتی صدای پسرموم که ازم میخواست سوار ماشینش بشم تا برسونتم به گوشم خورد زربان قلبم بالا رفت و فقط دعا دعا میکردم تا آرش زودتر برسه. هی hey, میخواستم دست به سرش کنم و با گفتن اینکه قرار شده یکی از دایی هام سراغم بیاد بفرستمش رد کارش اما اون بی خیال نشد که از ماشینش پیاده شد سمتم اومد و با کشیدن دستم میخواست روی صندلی بنشوندم که آرش از پشت یقش رو گرفت و روی زمین پرتش کرد با پرت شدن اون منم با شکم روی آسفالت خیابون پرت شدم و بعد از اینکه جریان خونو که از زیر دلم بیرون ریخت حس کردم دل درد بدی توی تنم پیچید جوری که فقط تونستم خودم رو برعکس کنم و بعد از صدا زدن آرش از حال رفتم بعد از اینکه به هوش اومدم با دیدن در و پیکر و اتاق بیمارستان ماجرا رو به یاد آوردم تن و بدنم درد میکرد و بیشتر از اون درد زیر دلم بود چند وقتی میشد که پریودیمو عقب انداخته بودم و در کنارش بدنم هم ضعیف شده بود فقط این ماجرا رو کم داشت تا به بدنم شوک وارد بشه و پریود بشم تو فکرای خودم بودم و اینکه چرا الان رو تخت بیمارستان افتادم و تجزیه تحلیل میکردم تا اینکه در باز شد و یه پرستار با تخته که دستش بود تو اومد. با دیدن من بعد از لبخندی با گفتن اینکه انگاری به هوش اومدی سرممو و چک کرد و یه دستگاهی به نوک انگشتان وصل کرد. دستگاه به هم وصل بود که شروع کرد گفتن از اینکه اگه جنین یک ماه و که تو وجودم شکل گرفته بود قلبش تشکیل شده بود الان باید خیلی بیشتر درد میکشیدم و حتی شاید کارم به عمل رسیده بود با شنیدن اسم بچه و اینکه یعنی الان من به خاطر سخت روی این تخت افتاده بودم فشار خونم بالا رفت که دستگاه بعد از زدن بوغ های مکرری پرستا رو به طرفم کشوند و اونو با سرزنش کردن خودش که انگاری من نمیدونستم و اون با گفتنش حالم و بد کرده سوزنی به هم زد که به ثانیه نکشیده چشمام سنگین شد و روی هم افتادن. این دفعه وقتی چشمامو باز کردم از خالم تا دایی هام تو اتاق بودم. اول ترس گرفتم که نکنه اینا هم با خبر شده باشن از سخت بچه ای که تو وجودم بوده. اما بعد با بیاد آوردن اینکه آرش پیشم بود و خودش منو به بیمارستان رسونده و لابد به کادر درمان گفته حرفی از این کار به ملاقاتی هم نزنن خیالم کمی راحت شد مادر بزرگم همش قربون صدقم میرفت و این حال منو پای اینکه چشمم زدن میذاشت من الان دلم هوای مامانمو کرده بود و اون حتی نیامده بود ببینه تک دخترش زنده است یا مرده اما مثل اینکه بابام خیلی زنگ و تماس گرفته بود که بلافاصله بعد از بیدار شدنم بهش زنگ زدن و گوشی رو دم گوشم گذاشتن وقتی باهاش حرف میزدم صدای مردونش خشدار شده بود و همین باعث شده بود تا نگران حالش بشم و منم به خاطر بابام بابایی که خیلی به فکرم و روحیهی که بعد از سخت ضعیف شده بود زیر گریه زدم دایی هم گوشی رو ازم گرفتن و خاله و مادر بزرگم سعی کردن آرومم کنم این وسط تنها کسی که به بودنش نیاز داشتم آرش بود اما میدونستم که نمیتونه بیاد و با اومدنش همه روش ذره بین میشن بعد هم اگه میخواست بیاد که خودش بدون گفتن من میومد و بعد هم در جواب بقیه مبنی بر اینکه چرا زیاد دور و برم میپیچه از حسش به هم میگفت و این ارتباطمون رو جدی میکرد انگاری که به هم آمپول فکرهای منفی زده بودن همش سراغ فکرهایی میرفتم که حالم رو بدتر میکردن بعد از مرخص شدنم که انگاری آرش چون اونجا آشنا داشته کاراشو کرده منو فقط به خونه بردن و هیچ پرونده درمانی از من دستشون نبود. با رفتن به خونه فقط لحظه شماری میکردم تا آرش بیاد و ببینمش تا با دیدنش تموم این دلتنگی ها نمک بشه و از وجودم بریزه. آروم کنه لرزش عصبی بدنم رو و دلم به بودنش خوش بشه. بعد از اومدنش منتظر شد تا دور منی که روی زمین واسم توشک پهن کرده بودن خلوت بشه و بعد از اون پیشم اومد و روی پیشونیم بوسه زد. انگاری فکرام در مورد حسش غلط در اومده بودن که بهم به گفت بعد از اینکه یه خونه جمع و جور تونست بگیره زنگ میزنه و من از بابام خواستگاری میکنه. ته دلم عروسی به پا افتاده بود. انگاری مقدمات قبل از عروسی رو دارم میچینم که همونطوری خوشحال شده بودم و تنها چیزی که این وسط آزارم میداد فکر به این بود که پسرمون بعد از اینکه اون جریان افتاده بود با ما بیمارستان اومده بوده یا نه اینش به کنار دیدن آرش که اومده بود دنبال من خودش یه درد سر مینداخت وسط زندگیم و خانواده پدریمو به جونم مینداخت تا که با پیام تمام دقدقه های فکری که تو سرم جولون میدادن و ازش پرسیدم و اون با گفتن اینکه پسرمم رو همون وقت دک کرد و از بیهوش شدن من ترسوندتش خیالم راحت کرد بعدم در جواب مامانم اینا که چرا آرش اومده بود دنبالم آرش به مادر بزرگم گفته که تو دانشگاه رفته بوده تا شاید بخواد آزمون استخدامی بده و چند ترمی دانشجو بگیره بعد از دیدن پیامهاش لبخندی خود به خود روی لبم جا خوش کرده بود که همین صدای شیطون دایی کوچیکم و رو روی سرم انداخت هی hey, سر به سرم میذاشت و آرش با لبخندهای کوچیک از اون ور که روی مب نشسته بود بیشتر هرسم و در میآورد چند روزی از اون ماجرا میگذشت و من حتی دانشگاه هم نرفته بودم بابام چند باری به هم زنگ زده بود و گفته بود که مرخصی بهش نمیدن وگرنه که خیلی دل نگرونم و دلش میخواد بیاد ببینتم اما مامانم حتی یه پیام سادم نداد تا حداقل ظاهر سازی کنه که مامانم و دلش برای بچهش که این اتفاق براش افتاده ریش ریش شده من که خودم راضی به نگرانی مامان و بابام نبودم اما مامانم هم به کل هیچ مهم نبود و فکر کنم اگه این اتفاق واسه یکی از اعضای خانواده پدری میافتاد براشون دست و پا میشکست و خیلی ناراحت میشد خواستم بیخیال فکر کردن بهش بشم و هر چی قضیه مربوط به حال بدمه رو دور بریزم که صحبت های مادر بزرگم همش برمیگشت به مامانم بهم می گفت تو دخترشی اگه بخوای بهش سر نزنی هیچ فرقی با اون نمی کنی میگفت که منم یه مادرم هر چقدر از دست بچم دلگیر باشم و چشم دیدنش رو نداشته باشم بازم یه جایی توی یه ساعتی دلم واسه بوی تنش تنگ میشه ازم میخواست که برم دیدنش تا همه این کدورت ها و بدبیاری ها از زندگیمون پاک بشه منم قبول کردم که برم و ای کاش که پام وسط راه میشکست و هیچ وقت به اونجا نمیرسیدم تا اون صحنه ها رو ببینم اون روز آرش تا دم محله پدر بزرگم اینا رسوندم و منی که نمیدونستم باید از کدوم سمت برم و خونه جدید مامانم کدومشونه مجبور شدم به بابام زنگ بزنم چون اصلا دلم نمیخواست با رفتن به خونه پدر بزرگم اینا واسه خودم شر و دعوا درست کنم واسه همین به بابام زنگ زدم و اون بعد از اینکه کلی اظهار خوشحالی نسبت به این کارم کرد آدرس یه خونه تقریبا دو تا خونه بالاتر از خونه پدر بزرگم اینا رو به هم داد همین که خواستم در رو بزنم یهو بیخبر دستی از پشت شونم و گرفت و به عقب برم گردوند با دیدن پسرمم که دوباره جلوی رو هم سبز شده بود حفی کشیدم و خواستم ازش دور بشم که سرش نزدیک گوشم آورد و از پشت مقنعی که صداش تو گوشم بمتر شده بود بهم به گفت که اگه بهش فرصت بدم دنیا رو واسم گلستون میکنه و بهم به قول میده که نذاره هیچ بدی دلم و بلرزونه به حرفاش که واهی بودن پوزخندی زدم و گفتم که میخوام به مامانم سر بزنم اونم با گفتن اینکه تا نگی جواب چیه ولت نمیکنم خواست که طرف ماشینش بکشوندم اما من که میدونستم این خانواده چقدر روی آبروشون و این حرفا حساسن با گفتن اینکه نکنه میخوای جلوی در و همسایه آقا جون اینا رو بدنام کنی از کاری که میخواست بکنه پشیمونش کردم و اون با چشم خوره که حواله چشام کرد رفت در و زدم که بعد از دو سه دقیقه صدای خسته مامانم که میگفت کیه بلند شد با گفتن اینکه منم ستاره دخترت چند ثانیه پشت آیفون مکس کرد و بعد صدای باز شدن در بلند شد. تو خونهشون رفتم و با دیدن حوز کوچیکی که اون وسط نقاشی شده بود یاد آپارتمان قبلیمون افتادم که مثل دخم دونی بود و آدم نمیتونست نفس بکشه. این خونه خیلی باز و ویلایی بود اما شانس من به زندگی کردن توی این خونه نکشیده بود چون بعد از این چند وقتی که قرار خونه ما در بزرگم باشم میرم سر خونه زندگی خودم و تمه بودن تو این خونه رو نمیچشم. تو خونه رفتم و بعد کمی این ور اون گشتن با دیدن مامانم که تو از خونه داشت کتری بار میذاشت نگاهمون به هم خورد. حتی جلو نایمت تا بغلم کن و ببوستم. از همون فاصله بعد از سلام علیکی که باهاش داشتم چشمم به سینایی خورد که از در یکی از اتاقا بیرون اومد و با لبخند و حال خوب به هم دست داد. بعد هم رو به مامانم کرد و با صدا زدن اسم کوچیکش صبح به بهش گفت. با شنیدن اول اسم کوچیکش از زبون سینا و بعد از اون فهمیدن اینکه سینا حتی شبا هم خونه ما میخوابیده چشمام از فرط تعجب باز شده بودن. گلوم خشک شده بود و نمیدونستم چی بگم که با راهنمایی مامانم روی یکی از مبلا نشستم و به وضع خودمون خندم گرفت. اینکه پسرمم صفر تا صد این خونه رو بلد و منی که ظاهرا دخترشونم اولین بارمه که اینجا رو میبینم و همش برام غریب است مامانم نشسته بود کنارم از دانشگاه میپرسید از هر چیزی جز اینکه پدر و مادرش چه حالی دارن حتی از اون روزایی که خودم مجبور شدم به خاطر سخت تو بیمارستان بستری باشم هم نپرسید و این وسط تنها صحبتی که بینمون بعد از بحث دانشگاه رد و بدل شد حرف از خواستگاری پسرموم و اینکه چرا بهش جواب رد میدم شد سینا تو خونه برای خودش میچرخید و من و مامان داشتیم مثلا با هم حرف میزدیم اما من میفهمیدم که حواس مامان همش به این بود که سینا سبونش رو بخوره یا چای رو یادش نره که با خورما بالا بده از این بی توجهی هایی که بودنم داشت حالم به هم میخورد و دلم میخواست پاشم برم اما مجبور شدم به نشستن و اینکه حالا که تا اینجا اومدم یه چند روزی هم خونش بمونم البته که معلوم بود صحبتهاش رو از روی علاقه دلی نمیگو الان حتی اگه خودش هم بخواد نمیتونه ظاهر سازی کنه و مجبوره که ادای مادر بودن رو در بیاره سینا همش اونجا بود و تو این مدت صبح تا شبی که من اونجا بودم حتی یه لحظه هم از خونه بیرون نرفته بود و وقتی من ازش دلیل اینکه چرا اصلا دانشگاه نمیره رو پرسیدم با خنده بهم به گفت که دختر دایی تو هم دوباره ناسازگاریات رو شروع کردی یا با همین تیکش مجبور شدم ساکت بشینم سینا همسن من بود اما اصلا نه هیکل نه قیافش به پسرای همسنش نمیخورد اصلا ریش نداشت و صورتش خیلی صاف بود فکر کنم به خاطر همنشینی با مامانم به این روز افتاده بود به فکرهای خودم خندم گرفت که مامانم چند دست لباس جلوم گذاشت و گفت با پوشیدنش راحت باشم لاقل اینجا فهمیده بود که بدن آدم توی لباس رسمی دانشگاه اذیت و باید بهم به یه دست لباس بده وقتی به مادر بزرگم گفتم که شب و خونه مامانم میخوابم بعد از هزار تا قربون صدقه رفتنم بابت اینکه با مامانم به صلح اومدم خوشحال شد اما وقتی آرش فهمید که قرار شب هم بمونم گفت که بهتر بوده شب و خونه میرفتم و اینجا نمیموندم از فکر اینکه به خاطر دلتنگیش این حرف و زده از زوغ انگاری که دو تا کاپ قهوه خورده باشم سر حال اومده بودم و لبخند عضو پاک نشدنی لبهام شده بود در حدی که حتی مامانم و سینا هم فهمیدن و با خنده به هم تیکه انداختن که انگار هوایی خونه به هم ساخته که لب و دهنم از اون خشکی در اومد و جون گرفتم موقع خواب من زودتر از اونا به اتاقی که مامانم به هم داده بود رفتم و نفهمیدم که مثل بچگی هامون سینا پیش مامانم میخوابه یا جدا از اون جواب سوالمو صبح وقتی که ساعت نه و ده بیدار شدم به چشم دیدم. نه تنها پیش مامانم خوابیده بود بلکه داشتن با هم آماده می شدن تا به همون برم با شنیدن این حرف مامانم که سینا تو همون منتظرش و باید بره به شورتش چشمم چهار تا شدن و انگاری که دیوارای خونه دورم رقاسی می کردن. جرأت زدن حرفی رو نداشتم چون مثل همیشه محاکمه می شدم و مطمئن بودم که مامانم جواب سربالا به هم می میگه که من فکرهای منفی می کنم و مامانم برای سینا فقط حکم یه مادر و دایه رو داره پس یک گوشه توی خودم جمع شدم و فقط خدا خدا می کردم تا یا آرش زنگ بزن و بیاد دنبالم یا هم یه جوری از این خونه فراری بشم بدبخت بابای بیچارم که اونجا برای مامانم جون میکند و اینجا مامانم شده بود مادر دوم آقا سینا سینایی که چون مامان خودش یعنی اما معلم بود از همون بچگی همیشه پیش ما پلاس بود تو فکرهای خودم غرق شده بودم و کسی نبود نجاتم بده تا اینکه زنگ تلفن آرش و حرف زدن باهاش بعد از اینکه کلی پشت تلفن واسش گریه کردم آرومم کرد آرش گفت که بهتر چند روزی رو خونه مامانم بمونم تا سر در بیارم و بفهمم داره چی کار میکنه و ارتباطش با سینا در چه حدیه منم قبول کردم و فقط به خاطر بابام حاضر به تحمل این جو شدم اون روز هم مثل روز قبل با دل و به دادنای مامان و سینا و بعد هم به پای مهر مادر و پسریشون گذاشتن گذشت و من خودم و یه جورایی سرگرم میکردم تا یادم بره تو چه مخمسه گیر افتادم تا اینکه شب شد و دوباره مثل شب قبل به من اتاقی دادن و خودشون پیش هم خوابیدن چون قرار بود من تا دو سه روز دیگه خونشون باشم داییم از خونه مادر بزرگم اینا لباسامو آورد تا راحت تر باشم اون شب عادی گذشت و من با خوردن دو جفت مسکن برای آروم کردن درد سرم تا خود صبح خوابیدم اما شب بعدش بعد از بیدار شدنم با چیزی مواجه شدم که باورم نمیشد و قلبم و توی دهنم آورده بود حس می کردم اون لحظه چیزی برای از دست دادن ندارم من فکر می کردم ته روابط مامان و سینا به یه دوش گرفتن و قربون صدقه های توی روزشون ختم میشه اما وقتی نصف شب برای خوردن آب تو خونه رفتم صداهایی که از تو اتاق مامان امینا می اومد منو ناخداگاه به اون سمت کشید و من با دیدن لحظه ای که سینا به جای پدرم داره با مادرم نیازهای خودش رو برطرف میکنه یه کوره آتیش شدم و نزدیک فوران بودم تا اینکه سینا که مامانم رو آروم میکرد و ازش میخواست که به جز خودش اون لحظه به چیزی فکر نکنه داغ دلم رو بدتر کرد و بدون اینکه بخوام صدایی ایجاد کنم از اونجا دور شدم تا به موقعش به حسابشون برسم و روی واقعی هر دوتاشون رو به خانواده نشون بدم. البته با شناختی که من از این خانواده داشتم نه تنها از این با هم بودنشون ناراحت نمی شدن بلکه پای بیلیاقتی پدرم می زاشتن و سینا و مامان و مال هم می کردن. فردای اون روز هر چقدر که تلاش کردم تا خودم و سرد نشون ندم و رفتار عادی داشته باشم نتونستم. بعد از یه خداحافظی سرسری با مامانینا که تعجبش رو زیاد کرد و با یه نگاه به سینا انگار که میخواست چیزی رو بهش بفهمونه از خونه زدم بیرون و به چیز دیگه فکر نکردم. همین اراده به فکر نکردن باعث شد تو طول راه همش به فکر این باشم که چجوری به اینجا رسیدیم که مامانم به جای آروم گرفتن پیش پدرم با پسر امم نیازهای خودش رو برطرف میکنه. بقیه هم بعد از فهمیدن قضیه همه این اتفاقات رو زیر سر شغل بابام میندازن و مثل همیشه بابا مجرم صحنه میشه. اما این دفعه من نمیذاشتم که به خاطر مامانم بابام آسیبی ببینه یا بخواد از بقیه حرف بشنوه با زنگ زدن به آرش ازش خواستم که پیشم بیاد و بعد از اون تو خونه یکی از دوستاش رفتیم و کنار هم آروم گرفتیم اونقدری ازش این خواسته رو داشتم که بدون حرف اضافه ای قبول کرد و خونه مجردی دوستش رفتیم نمیدونستم گفتن این قضیه بهش درسته یا نه اما امتر از اون پیدا نکردم و تموم اتفاقات این چند روزه رو براش گفتم اونم با ناز کشیدنم سعی در آروم کردنم داشت روزها زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم میگذشتن و من منتظر یه تلنگور بودم تا پته مامانم و سینا رو روی آب بریزم هر از گاهی با بابام صحبت میکردیم و از حال هم با خبر می شدیم اما بعد از اون دیدار از مامانم خبری نداشتم. البته عادی بود چون مامانم سرش گرم سینا بود و وقتی برای ما نداشت آرش دیگه مثل قبل برای پیش اومدنم مانعی برای خودش نمیذاشت و این نزدیکی تعجب همه رو در آورده بود اما من میفهمیدم که پدر بزرگ و مادر بزرگم از این حال خوبی که ما کنار هم داریم خوشحال میشدن و انگاری اونا هم با ازدواج ما راضی بودن بدون شک پدرم به آرش جواب مثبت میداد اما اینکه مامانم بخواد قبولش کنه یا نه به خصومت شخصیش با خانواده خودش برمیگشت وگرنه که نه من نه آرش توش کاری نبودیم این روزا منتظر پاپیش گذاشتن آرش بودم و آرش با هم صحبت می کرد که از موضوع سینا و مامان دور بشم دور بشم تا به قول آرش زندگی مامان و بابامو خراب نکنم اما من میدونستم بابام آدمیه که به طرفش متعهده و با داشتن مامانم سراغ هیچ زن دیگه ای رفت. واسه همین میخواستم این تعهد رو از روی دوشش بردارم تا سراغ زندگی خودش بره و چند وقتی رو برای خودش زندگی کنه اما با درگیر شدن به ازدواج با آرش و جریان هایی که پیش روم افتاد حواسم از مامان و سینا پرت شده بود و سرم به زندگی خودم بود تا اینکه سر و کله یه پسر ترم بالایی از رشته گرافیک تو زندگیم پیدا شد البته که این فقط یه مانع بود برای رسیدن پسرموم به خواسته های شومش که چند وقتی منو از آرش دور انداخت اون روزا همش این پسره تو سلف دانشگاه یا حتی کافه هایی که من با دوستان میرفتم مزاحمم می شد و من هر دفعه یه جوری از زیر حرفاش بعد از سلام علیکی که با هم داشت جیم می زدم. تا اینکه یه روز وقتی تو حیات دانشگاه میخواست جلوی راه هم و بگیره بدون توجه به ستاره خانم گفتنهای مکررش از کنارش رد شدم و داشتم راه خودم رو میرفتم تا اینکه پشتم دوید و گفت که اگه من برات مهم نیستم لاقل وایس و حرفامو در مورد آرشی که سر و دست واسش میشکونی گوش بده ای کاش همون وقت کر می یا استخونای پام جابجا جا, به جا میشدن و پشتش نمیرفتم و صداشو نمی اما اینطور نشد و من پا به پاش که گفت بریم تا یه چیزی از آرش که هیچکس ازش خبر نداره و اینم از طریق دوستاش به اون موضوع رسیده پی ببرم اما رفتن من همانه و رسیدنمون به یه خراب و پارک کردن ماشین دمش همانا میخواستم صدامو بندازم پس کلمو شروع کنم به جیق و داد کردن تا اینکه پسره به ثانیه نکشید که از ماشین پیاده شد و بعد از باز شدن در عقب که من نشسته بودم پسرمم کنارم جا گرفت بلا فاصله بعد از دیدنش شروع به فهاشی کردن بهش کردم داشتم رو سر و کولش ضربه می زدم که با گرفتن دستام با یه حالت خاصی تو چشمام خیره شد و با گفتن اینکه میدونستی موقع عصبانیت خیلی خواستنی تر از قبلت میشی باعث شد تا یه توف به صورت نمایشی توی صورتش بندازم همین یه جرقه کافی بود تا حرسش در بیار و با یه تکون به بدنش منو به در ماشین چسبوند و مچ دستام که از قبل توی دستش بود و محکم فشار میداد با فشار دادن دندوناش روی هم از حرس و عصبانیت رو به منی که سعی داشتم دستم و از تو دستاش بیرون بکشم شروع کرد به حرف زدن از دوست داشتنش به من و روزهایی که بهش بیمحلی میکردم گفت و گفت تا رسید به قضیه من و آرشی که چند وقتی بود عشق پیش اومده بینمون تو خونواده پیچیده بود وقتی روی آرش اسم بی غیرت گذاشت در حالی که آرش از هر بهتری بهترین بود خونم به جوش اومد و بعد از اینکه هرچی حرف دم دهنم بود بهش گفتم تیر آخر رو با گفتن اینکه تو اگه معنی غیرت حالیت میشد زنی که نامزد داره رو وسط بیابون گیر نمینداختی و تهدیدش نمیکردی تیر خلاص رو زدم. همین یک کبریت کافی بود تا انبار باروت عصبانیتش منفجر بشه بعد از اینکه قفل کودک ماشین رو زد با پوزخندی سمتم برگشت و همونطوری که گوشی موبایلش رو روی گیره که به سقف وصل بود تنظیم میکرد گفت که وقتی بلایی سرم آورد که حتی دیگه آرشم هم به هم نگاه ننداخت اون وقت حالی میشه که من نباید جز خودش به پسر دیگه ای رو بیارم با فرق اینکه از بعد آرش من یه دختر دست خورده شده بودم و باید باهاش یه ارتباط پنهونی برقرار می کردم. قلبم از حرف زدن یه توتی بیشتر شده بود و اولین نگرانی واسه یه فیلم گرفتنش و اینکه به دست آرش برسه و از من زده بشه بود و دومیش این که اگه بخواد با هم, هم خواب بشه میفهمه که من دختر نیستم و اون وقت یه برگ جدید از بدبختی های بزرگ زندگی برون باز میشه. البته که تو هر دو موردش بدبختی رو داشتم. اما با دومیه حتی اون پنجاه درصد رسیدن به آرش هم غیر ممکن میشد. چون قطعا خانواده پدرین بعد از فهمیدن این موضوع منو زنده به گور میکردن. اما همه فکران فکرام وقتی که زیر شکمم دست انداخت و به پشت خوابوندم پوچ شدن و شروع به تقلا کردن میکردم. اما اون کر و کور شده بود که بعد از صدای تیک فیلم صدای کمربندش بلند شد و شروع به همخوابی باهام کرد طوری که به دخترونگیم آسیبی نرسونه به قول خودش چون فکر میکرد من دخترم و من تا نهایت درد و تجربه کردم و حتی بعدها که تو بیمارستان بستری شده بودم فهمیدم که واسه بار دوم بچه آرش رو سخت کردم من وسط های اون رابطه دردناک از هوش رفته بودم و وقتی به هوش اومدم که تو اتاق همون خونه مجردی دوست آرش که چند باری اومده بودیم به هوش اومدم با ترس از جان پریدم و حد زدم که آرش موضوع فهمیده باشه واسه این همین جدا از درد پشتم که تا مغز و استخونم رو به درد آورده بود از ترس از دست دادن آرش اشک از چشمام آویزون شده بود و همین صدای حق هق آرشی که یه لیوان آب دستش بود و به اتاق رسوند با دیدنش که خیلی بیخیال و با پوسخند دم در به حال زار من نگاه می کرد بیشتر گریم گرفت و دلم می خواست از این مخمسه ای که توش گیر افتادم شروع به خودزنی کنم آرش با گفتن اینکه تو که کارهای خودتو رو میکنی و با هر کسی که از راه میرسه حتی همون آدمای منفور زندگیت هم خواب میشی دیگه چرا ادای تنگا رو در میاری تیر آخر خلاصی مو زد و با دست انداختن روی موهام خودم رو میزدم و آرش رو قسم میدادم که من این کارو نکردم تا اینکه با دیدنش که هیچ واکنشی نشون نمیده نگاهی به رو تختی که سفیدیش از خون قرمز شده بود انداختم و همین تلنگر باسم کافی بود تا از حال برم. این دفعه وقتی چشم باز کردم خودم روی تخت بیمارستان دیدم و این دفعه از اینکه کارم دوباره به بیمارستان باز شده بود ترسم گرفت و خود به خود زیر گریه زدم. البته که خودم میدونستم تموم اینا بهونه است و من ترس از دست دادن آرش رو داشتم. با صدای گریم در اتاق باز شد و بعد از اومدن پرستار قامت بیخیال آرش که دستش توی جیباش بود جلوی چشمام رنگ گرفت. پرستار با دلداری دادنم سعی بر آروم کردنم داشت و من فقط نگاهم حول محور آرش قدم میزد که اونم با بیمحلیهاش خارهای پشت بیمارستان رو به من ترجیح داده بود. تا اینکه پرستار با گفتن اینکه عزیزم تو که سابقه سخت داری نباید زیاد سخت باشه برات و باید حال خودتو آروم نگه داری پس به فکر خودت باش و کمتر حرس و جوش بخور تا فشار خونت پایین بیاد و بتونی مرخص بشی با شنیدن اسم سخت انگاری یکیسه آب تو دلم خالی کردن که وجودم به آنی سرد شد و با رفتن پرستار شکه اسم آرش رو صدا زدم اما اون انگاری که حتی واسش بچه از دست رفته خودش هم مهم نبود و فکر میکرد از یکی دیگه است با گفتن اینکه که نترس بازم برات میکارن سمت در رفت و از قبل خروجش به هم گفت که حال خودتو یه جوری خوب کن که من پول اضافی واسه توی هر جایی ندارم تا قرون قرون خرج دوا درمونت کنم و بعدش رفت رفت و با رفتنش حالم بدتر شد. هر لحظه بدتر از پیش می شد و حق حقی که از تو گلون بیرون می اومد، الان از سینم بیرون میومد. هر جوری شده بود با فکر کردن به آرش و ساختن صحنه های تو زندگی باهاش چشمامو گرم کردم و خودم و خوابوندم تا شاید اتفاقای ذهنم کابوس می شدن و بیرون می رفتن و من بعد از بیدار شدنم حال بهتری داشتم. نمیدونم چقدر تو خواب بودم اما اون قدری بود که وقتی صدام میزدن بیدار شدم و بعد از عوض کردن لباسام که با درد زیادم همراه بود از در بیمارستان بیرون زدم و به خیابونی که خالی از آشناهام بود زل زدم من با این دردم چطور میتونستم تا خونه مادر بزرگینا دوون بیارم هر جوری که شده بود خودم رو راضی کردم و با زنگ زدن به آرش ازش خواستم که سراغم بیاد اما اون با گفتن اینکه نوکر آقام نیست و از این به بعد ما رو به خیر اون رو به سلامت گوش رو به روم قطع کرد و فاتحه خوشبختی هامو خوند اما پایان من اینجا نبود و من خودم به این زودی ها نمی باختم با گرفتن چند دور تاکسی بالاخره خودم به محله مادر بزرگینا رسوندم مثل اینکه آرش با گفتن اینکه یکی از دوستام تصادف کرده و تو بیمارستان بستریه و من مجبور شده بودم چند شبی رو بالا سرش بمونم قضیه رو ماسمالی کرده بود و من حتی الان نمیتونستم روی مریضداری مادر بزرگم هم حساب کنم و رنگ پریدم و پای خستگی میگذاشتم بعد از چند روزی که آرش از من فاصله گرفته بود و حتی خونه مادر بزرگم هم کمتر میومد و شب رو توی خونه دوستاش میگذروند همه این خانواده متعجب شده بودن و به نظر خودم همه ازم دور شده بودن به جز پدری که انگار حال خوشم و فهمیده بود که بیشتر از هر وقتی هوامو داشت و حواسش به هم بود. این وسط تنها تعجب و این بود که منی که میخواستم تا کمتر از یه هفته دست مامانم و با سینا رو کنم الان بیشتر از یه ماه شده بود و من اصلا هیچ خبری ازشون نداشتم. این روزا کارم شده بود گوشه نشینی و تو خودم رفتن. تا اینکه به خودم اومدم و با دیدن رفتار آرش که با همه خوب و خوش بود به جز من ازمم جذب کردم و به خودم قول دادم که بهش بفهمونم داره اشتباه میکنه تنها راه همم از طریق همون هم ترمبالاییم ترم بود که باید سراغش میرفتم و با رشوه یا هر چیزی که بتونه رازیش کنه به عنوان شاهد کاری که پسرمون به زور باهم کرده بود به آرش نشونش میدادم و بهش میفهمودم که داره اشتباه میکنه البته که مطمئن بودم به هم میگه که شاهد روباه دومش اما من حاضر بودم به خاطر داشتن اون دست به هر بدبختی که شده بزنم انقدری سراغ دوستای پسر رو گرفتم تا از طریق اونا به خودش رسیدم دفعه اول اصلا محلم نمیداد تا اینکه حرف از دختر همکلاسیم که از صحبتهای بچه ها فهمیده بودم دوستش دار و دختر پا نمیده وارد بازی باهاش شدم بهش گفتم که اون بیاد و تموم ماجرا رو از سیر تا پیازش رو کف دست آرش بذاره و من بهش قول میدم که هر جوری شده دختره رو راضی میکنم تا باهاش باشه این طوری شد که به یه چشم به هم زدنی توی یه کافه با آرش و پسره نشسته بودیم و اون پسره همه چیزو با مدرک که پیامهاش با پسرمون بود به آرش نشون داد آرشی که از همون لحظه اول اومدنش پوزخند رو لبش بود الان خط اخمش پررنگتر از قبل می شد و خنده من کش می اومد این که بی گناهی کرده بودم خیلی برام خوشایند بود قبل از بلند شدن پسر و رفتنش شماره دختر رو بهش دادم و گفتم که باهاش حرف زدم و اون به شرطی قبول کرده که دست از ایاش بازیهات برداری و سراغه یه کار درست و حسابی باشی اونم بدون چون و چرا قبول کرد و با یه حال خوب رفت. نگاه هم به آرش کشیده شد که تو خودش رفته بود. با دیدن نگاه هم نفس عمیقی کشید و نگاهش رو از پنجره به بیرون انداخت که شروع کردم به حرف زدن. همه ی گلایه هامو روی میز ریختم و حالا به جای آرش نوبت ناراحتی های من بود. اون همش سکوت کرده بود و به حرفام گوش میکرد تا اینکه بالاخره زبون باز کرد و با گفتن اینکه گردن من از مو اشتباه از من بوده که به پاکی تو شک کردم و حرف اون پسرم و یه لاشیتو باور کردم اما مطمئن باش کارشو بی جواب نمیذارم بعد از گفتن اینا به هم گفت که بیا از قرارای خودمون حرف بزنیم و بعد از اینکه حرفمون به ازدواج بینمون کشیده شد یهویی یه آرش بحث مامانم و سینا رو وسط انداخت که باعث شد طعم شیرین رویاچینی باهاش پیچ بخور و دم گلوم گیر کنه. اونم هی سعی میکرد با حرف منو متقاعد کنه. واسه این همین نشستم و به حرفاش گوش دادم. حرفهایی که که میرسید به سکوت کردن منو خراب نکردن زندگی مامان و بابام. به اینکه من بابام دور از این شهر کار میکنه و بر این خودش حتما یه فکرایی کرده تا نیازهاشو برطرف کنه. و مامان من که... از اون دوره دوست داره تا نیازهای خودش رو با سینا برطرف کنه اونم حق زندگی داره به هم گفت که در میون گذاشتن این موضوع با بقیه نه تنها به زندگی مامان و بابام بلکه به زندگی خودمم هم یه خیانت محسوب میشه آرش آخر حرفاش تونست منو قانع کنه و از کاری که میخواستم بکنم منصرفم کنه ازم قول گرفت که من حرفی از این موضوع پیش کسی نزنم و همه اون ماجراها رو به فراموشی بسپارم. با حل و فصل شدن قضیه مامان و سینا دقدقه های فکریم کمتر شده بود و حالا میتونستم به زندگی خودم و آرش سر و سامون بدم. هر وقتی که بابام زنگ میزد به طور نامحسوسی به سمت اینکه که خودشو تشنه نگه نداره و هر وقت احساس نیاز کرد نیازهای خودشو برطرف کنه راهنماییش نمایش میکردم. تا نذارم حق اون تو این زندگی پایمال بشه تو این چند وقت آرش بهم گفته بود که بعد از اینکه پسرم و یک گوشمالی حسابی داد و سر جای خودش نشوند سراغ کارای عقد و عروسیمون میریم کار این روزام شده بود دانشگاه رفتن و بعد هم تو خونه مادر بزرگ کنارش آشپزی و کارای خونه رو یاد گرفتن شوقم برای زندگی بالاتر رفته بود تا اینکه آرش بعد از اینکه گفت قرار چند روزی رو خونه نباشه دلشوره رو به جونم انداخت. قبلا هم از این سفرهای کاری به این ور رفته بود اما این دفعه نمیدونم چرا حس دفعه قبل رو نداشتم. منتظر بودم تا یه اتفاق بدی پیش بیاد که همینطور هم شد و روز سوم که از نبودنش گذشته بود پدر بزرگ پدریم زنگ زد و گفت که آرش تو بیمارستان بستریه. نمیدونم چجوری خودمون رو اونجا رسوندیم اما تو را همش فکرم به این بود که حتما یه زد و بندی با پسرمون داشته که پدر بزرگم خبردارمون کرده وگرنه که آرش و چه به خانواده پدری من حس می کردم برای بار سوم حاملم و حالا دوباره این تشنج تو زندگیم افتاده بود و ترسم و چند برابر کرده بود که دوباره بچمو سخت نکنم آرش به خاطر چاقویی که زیر دلش خورده بود عمل شده بود و دکتر می گفت باید دو روزی رو توی مراقبت های ویژه بگذرونه تا رو به حال بیاد بعد از حرف زدن پدر بزرگم با داییم فهمیدیم که این کار پسرمون بوده و اونم بعد از خوردن چاقویی که پهلوش رو نابود کرده تو بخش مراقبت های ویژه بستری و درمان اون بیشتر از آرش طول میکشه. کار من تو این دو روز شده بود پشت در مراقبت های ویژه نشستن و برای سلامتی آرش دعا کردن. البته که هر از گاهی از ملاقاتی های پسرمون که شامل کل خانواده پدریم حتی مادرم میشد یا تیکایی میشنیدم اما خودم و به کوچه علی چپ میزدم و بی جوابشون میذاشتم. تو این روزا تنها کسی که حال آرش رو از طرف خانواده پدری میپرسید بابام بود. حتی مامانم حال پسر داداش خودشو یه بارم نپرسید. تا اینکه روز سوم شد و بعد از چند روز ندیدن آرش وقتی داشتن با تخت به بخش منتقلش میکردن دنبالشون راه افتادم و همش قربون صدقه چشمای نیمه بازش میرفتم. یه جورایی از اینکه حاملم و قرار بچه آرش رو به دنیا بیارم مطمئن بودم و همش مراقب حال خودم بودم تا هیچ تشنجی به هم وارد نشه. دکتر برای آرش یه هفته بستری بودن توی بخش رو تجویز کرده بود و توی این یه هفته نذاشتم. کسی جز خودم بالای سرش مراقبش باشه. توی این روزهایی که بیمارستان بودم آزمایشم دادم و وقتی برگه سونوگرافی ما از بالا به آرش نشون دادم از فرط خوشحالی زربانه قلبش بالا رفت. این زندگی من بود که با خوشبختی تموم شد و ممنونم که به گوش دادین. ممنون که تا پایان این داستان با من همراه بودین. اگر شما هم تجربه جالب و یا عبرت آموزی از زندگی خودتون یا دیگران دارین، خوشحال میشیم با ما به اشتراک بذارین.